اول یوحنا فصل پنجم. هر کی ایمان دارد که عیسی مسیح است فرزند خداست، و هر کی پدر را دوست دارد فرزند او را نیز دوست خواهد داشت. ما چگونه می دانیم که فرزندان خدا را دوست داریم؟ از این که خدا را دوست داریم و مطابق احکام او عمل می کنیم، زیرا محبت به خدا چیز جز اطاعت از احکام او نیست، و این احکام بار سنگینی نیست، زیرا همه فرزندان خدا بر این دنیا غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. و کسی بر دنیا پیروز نمی شود مگر آن کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. عیسی مسیح اوست که با آب و خون آمد. آمدن او نه تنها با آب بلکه هم با آب و هم با خون خودش ثابت گردید. روح خدا که حقیقت است نیز این را تصدیق می کند. پس ما سه شاهد داریم: روح خدا، آب و خون، و شهادت این سه شاهد با هم یکی است. ما که شهادت انسان را میپذیریم، با شهادت خدا که قوی تر است چی خواهیم کرد؟ و این شهادت است که او برای پسر خود داده است. هر کی به پسر خدا ایمان آورد این شاهد را در دل خود دارد، اما هر کی شهادت خدا را قبول نکند و گواهی او را در مورد پسرش نپذیرد، خدا را دروغگو شمرده است. شهادت این است که خدا به ما زندگی ابدی داده است، و این زندگی در پسر اوست. هر که پسر را دارد زندگی دارد، و هر که پسر را ندارد صاحب زندگی نیست. این رساله را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید یقین داشته باشید که زندگی ابدی دارید. اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش می دهد. ما می دانیم که هر چی بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا می فرماید. اگر کسی می بیند که برادر او مرتکب گناهی شده است که منجر به مرگ نیست، باید برای او به درگاه خداوند دعا کند. و اگر آن شخص مرتکب چنین گناهی نشده باشد، خدا به او زندگی خواهد بخشید. اما گناه هم است که به مرگ منجر می شود، و من نمی گویم که در مورد آن دعا کنید. البته هر خطای گناه است، اما هر گناه منجر به مرگ نمی شود. ما می دانیم که آن که از خدا تولد یافته باشد در گناه زندگی نمی کند، زیرا پسر خدا او را حفظ می کند و شیطان به او دسترسی ندارد. می دانیم که ما فرزندان خدا هستیم در حالی که تمام دنیا تحت تسلط شیطان است. ما می دانیم که پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است که خدای حقیقی را بشناسیم. ما با خدای حقیقی و با پسر او عیسی مسیح متحد هستیم. این از خدای حقیقی و این از زندگی ابدی. ای فرزندان من، از بت‌ها دوری کنید.